ناامنی، فساد اداری و برخی مزلات اجتماعی در ولایت فرا به اوج خود رسیده است. شماری از بزرگان قوم و فعالان مدنی فرا در یک گرد همایی از افزایش ناامنی ها و گسترش ساخت تحت کنترل طالبان اظهار نگرانی کردند. این افراد ضعف در مدیریت را عامل بروز این مشکلات عنوان می کنند. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا فرستاده. اینجا شماری از بزرگان قوم، فعالین مدنی و دیگر شهروندان فراگرد هم آمدند و از افزایش مشکلات امنیتی، فساد و دیگر چالش‌ها در این ولایت اظهار نگرانی کردند. بزرگان قوم و اعضای شورای ولایتی در این نشست میگویند طی سال جاری ناامنی‌ها در ولایت فرا مردم را با وحشت روبرو ساخته است. به گفته آنها فقط چند ناحیه شهر و تعمیرات ولسوالی‌های ولایت فرا در اختیار دولت باقی مانده است. سوی دیگر شماری از فعالین مدنی فرا از افزایش فساد و متوقف شدن کارهای بازسازی در این ولایت اظهار نگرانی می‌کنند. به باور این افراد فساد اداری باعث شده تا مردم نسبت به حکومت وحدت ملی بی‌باور شوند. در همین حال محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا هرچند افزایش فعالیت‌های مسلحانه مخالفان مسلح دولت را می‌پذیرد، اما تأکید می‌کند که مخالفین در حال شکست هستند. به گفته وی مسئولان محلی در فرا تلاش می‌کنند تا عاملین فساد اداری را بازداشت کنند. خوشبختی چی مجمعیتیز بکنه اوز هم پا توان بندی و باور لورو پردی بندی چی دی همیشه موفق دی او در فساد پر برابر بندی باید دستی ویسی چی موج گمرکات دیر خپل عواید زیاد کرده در از ترانسپورت هم خپل عواید زیاد کرده، مستوفیت هم دغسی خپل عواید زیاد کرده. مسئولان محلی در ولایت فرا میگویند کار چند پروژه مهم در این ولایت آغاز شده است و برخی افراد تلاش میکنند تا با جلوه دادن ناامنی مانع تطبیق این پروژه های مهم و حیاتی شود.